اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. باز از شب کوچه های دیدگانت می گذشتم، باز از تنها ترین معبر که طرحی از خدا بود می گذشتم، با دلی که از مولیان آتش گرفته. آه غمگینی زلیخا، عشق جاری کن، کسی در راه کنعان می نشیند. می نشستم بار دیگر زیر بازاری که بیشک روزگاری یاد یادش مثل بارانی به غم آغشته می شد، زیر بازاری که با من آشنا بود. آه تنهایی زلیخا، می رسد از پشت شب آهسته همزادی که روزی چشمهایش را شکستی. می شکستم شیشه های سبز و سرخ و قهوه‌ای را، آن نشسته در منبت هشتی آن خانه کوچک قلبش خوانده بودی. آه بیداری زلیخا، یک نفر در کوچه می آید به سویت، یک نفر در چشمایش خواب می آرد به چشمت. می کشندم خانه خانه آن امیدی را که روزی پروراندی با تبسم، تا به حیرت می رسیدم می شنیدم پس طلب کو. آه رسوایی زلیخا، یک نفر در کوچه می خواند همان شعر بلیغی را که هر شب می شکوفید از لبانت، یک نفر در کوچه می گوید که یوسف. می گریزم بی که پاپوشی به پایم، میزند چنگی به چنگش ریگ آمو، میپذیرد پرنیانی دستهایش. باز غمگینی زلیخا، یوسف از شب کوچه های دیدگانت میگریزد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 28 شهریور ماه 19 سپتامبر، به شما سلام میکنم. هیچ کدوم از فیلم های مسعود کیمیایی رو من به اندازه داشاکل دوست ندارم و هیچ کدوم از آهنگای اسفند منفردزاده. داشاکل اگرچه مایه آهنگاش یکی دختر شیرازیه، یکی نوحه است که ما در اون روزگار که نوحه بود و نوحه خان ذبیحی بود و بهاری بود و تو اون مایه بودن بر لبان بود و میشنید. جوانان بنی هاشم بیایید، حسین را بر در خیمه گذارید. امروز عاشوراست، چنان اسفند این دو نوحه رو به هم آمیزه کرد و در اون آهنگ صحنه نزاع آورد که من هر بار به یادش میفتم، علاوه بر اینکه اشک در چشمم می‌نشیند می‌لرزم گاهی. و چه زیبا کیمیایی فیلم رو پرداخت و چه زیبا بهروز و بهمن مفید اون صحنه ها رو آراستن و چه زیبا مری آپیک اون دختری شد که داشاکل دل به او میباخت و آخرش به زاغ یا توتیش میگفت مرجان عشق تو منو کشت. اون صحنه امروز عاشوراست رو گفتم
در آوردن دوستان. با هم نگاه کنیم و به آهنگ گوش بدیم. یه تیکه کوتاه. خیلی هم کوالیتی فیلم قشنگ نیست. ولی بیشتر میخوام اون فضا براتون زنده بشه. مسعود جان همین یه دونه فیلم به قیصر همه این عالی همش خوب بود. ولی این یکی برای من چیز دیگری بود. گوش میدیم و میبینیم. نوحه‌ای هم اگر بود از این نوع بود. نوحه‌ای هم اگر بود این حالت رو داشت. حالا یه گردن کلفت چاقوکش عرق خور میاد وامیسه پت 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 تو سر بچه ها میزنن. این رژیم بلایی بود که بر جان ما افتاد، بر جان فرهنگمون، تاریخمون، ایمانمون، باورمون. من و اسفند منفردزاده و مسعود کیمیایی و بهروز وثوقی و عباس پهلوان، همه ما اون جنریشن و یه خود عقبتر و جلوتر، همه ما تای قضیه باورهایی داشتیم. همه ما روز عاشورا تأمل میکردیم. همه ما حرمت میگذاشتیم. اون چاقوکشی که توی دروازه قزوین عربده میکشید، اول محرم دهنش آب میکشید، مشروب نمیخورد. این حرمتها رو قائل بودیم. رژیمی اومد با عمامه، رژیمی اومد با تظاهر به اسلام، اونم نوع ناب انقلابیش، جارو کرد همه باورها رو، اعتقادات رو، تاریخ رو، فرهنگ رو، امام رضا رو، حضرت عبدالعظیم رو. شما میرفتی حضرت عبدالعظیم، بالاخره بازار یه کباب میخوردی، ماست میخوردی، باغ توتی میرفتی، بعد میرفتی تو حرم زیارت میکردی، بعد میرفتی سر قبر ناصرالدین شاه یه فاتحه میخوندی، قبر عضدالملک به یاد من نایب سلطنه احمدشاه، چرخ میزدی، باغ توتی میرفتی. این تو ذاتت بود. من بهترین کتاب زندگی ما بچه های خوب امیریه رو از ایوون اونجا شروع کردم، شاب دلازین.
حضرت عبدالعظیم. کاری هم نداشتیم نوه امام حسن بوده یا کی بوده، نه، برای ما یه جایگاهی بود، با بچگیمون با ماشین دودی پیوند خورده بود. تو شیراز شاه چراغ این حالت رو داشت، تو قزوین شاهزاده حسین داشت، تو مشهد امام رضا داشت. جزوی از باور و زندگی و تاریخ و حافظ و سعدی و فردوسی و همه چی بود. اینا اومدن اولا جداش کردن، بعد کردنش دکانهای خیلی وسیع، بعد 13,000 تا دیگه کنارش چیدن قلابی که اصلی رم زیر سوال برد. و اینه که امروز شما نگاه میکنید روز عاشورا یا روز تاسو عاشورا تبدیل شده به نمایش های تهوع‌آور. نمیدونم دوستانم آماده دارن یکی از این نوحه هایی که اینا میان میخونن، مدلی که پیش پیش چیش چیش میکنن، یکی از اینا رو اگه داشته باشن فقط با اون آهنگی که اون چیزی که گذاشتم فقط مقایسه کنی. نوه خونی که امروز میاد حتی دیار نمیدونم هلالی امثال هم میان و مثل میمون بالا پایین میبرن. یه دم اونجا این همین که تو دیسکوتکای غرب میبینیم شروع میکنن با اینا بالا و پایین پریدن. اسمش هم گشتن عزاداری حسین، اسمش هم گشتن آره ما برای امام حسین میریم تو گل خودمونو میچرخونیم. آره اینو گذاشتن. آماده است بچه های یکیشو پخش کنی؟ لطف کنید پخش کنید. این کجاست عزاداری امام حسینه؟ کجاش؟ حالا تو خونه آقای شیرازی خود سید وامیساد، یه کسی هم اونجا داشت روزه میخونده. حالا من بچه بودم ولی یادمه. این آدم ها آرام متأثر بودن. سر زورم ماشین میمد تعزیه، اون بالا صحنه تعزیه رو نشون میدادن که چه کار زیبایی کرد صیاد عزیز توی جشن هنر، تعزیه رو جون داد بهش، زنده کرد. بعد بهرام بیضایی عزیز و باری، حالا نمیخوام زیاد تو این قضایی ها برم ولی میخوام بگم فضایی که تو مملکت ما درست شد این فضای معنوی نیست. میگفتن آقا محرم از اون معنویت داره، محرم معنویت داره. اصلا شما این فضای معنوی رو به هیچ وجه نمیبینی. اون وقت یه بوزینه به نام احمد بهشتی نماینده فارس در مجلس خبرگان، ملاحظه بفرمایید این دلغک چه میگوید. فقط نگاه کنید که میگه بله تو خارج که ایرونی ها میرن از ما میگن اونا حسودیشون میشه، میخوان مثل ما داشتیم. خبر رسیده که ایرانیان مقیم خارج از کشور که در ممالک غربی زندگی میکنن برای اینکه به غربی ها فخر بفروشن عکس ماها رو نشان میدن و با غرور و افتخار میگن اینها حاکمین ما هستن و غربی ها نیست حسودیشان میشود. ابدا اینا رو نشون میدن، میگن ببین ما ملت با افتخار بزرگ گرفتار چه بوزینه هایی هستیم که جاشون توی پشت میلای باغ وحشه. شما احمد خاتمی رو تو هر کشوری ببرید تو باغ وحش واقعا میپذیرنش، فوری براش در باز میکنن فوری. و اینها با کمال وقاحت، با کمال وقاحت 40 ساله حیثیت، آبرو، اعتبار، پول، پاسپورت، ارزش، همه چی ما رو نابود کردن و با کمال وقاحت میاد این حرفو میزنه. به خارجی‌ها نشون میدن پوز بدن اونا حسودیشون بشه. همه‌شون هم اینجورن. از بالا تا پایینشون، از رأس تا به ذیلشون. و صادق زیبا کلام خیلی خوب اینو بیان میکنه که خودش در اونجا نشسته. گوش بدیم به حرفای آقای زیبا کلام. شعار خواستی اقتصاد بسازی نتونستی. سیاست خارجی ما باعث شد کارهایی که تو سوریه میکنیم، کارهایی که تو یمن میکنیم، نمیدونم اینا باعث شده دلار بشه 13,000 تومان. منتها خب شما
اینا رو نمیخوای ببینی؟ این نوبخت، این نوبخت رو ما چقدر گفتیم این نوبخت رو بردارن؟ خب مردم از ما نمیپرسن که شما 40 سال حکومت دستتون بوده، سال یه دون از این روستاها اگه ایجاد میکردین الان باید 40 تا از این روستاها میشد، شما 4 تاش هم ایجاد نکردین. دل پوری هم از تلویزیون دارین دکتر. اصلا فیلم فارسی برامون ضد ارزش بود، منتها جمهوری اسلامی کاری کرد که بعد از فوت ناصر ملک‌بودی فیلم فارسی شد ارزش. خب این معلومه که دروغه، مگه میشه که هر چی تو دنیا اتفاق میفته مطابق باورهای جمهوری اسلامی ایران باشه؟ ولی جمهوری اسلامی کاری کرد که محمد علی فردی، ناصر ملک مطیعی، اینا همه شدن بت، شدن سمبل. من معتقدم اگر حجاب آزاد گذارده شده بود، واقعا وضعیت حجاب امروز در جامعه ما خیلی بهتر می بود. من آدم هیزی نیستم، ولی تو لندن متوجه خانوما نمیشم، ولی تو پیاده روی تهران میشم. همچنان معتقدم اگر چرخ برگردد به عقب، من با تمام وجود برای آقای روحانی میدوم. اگر کسی فکر میکنه که من پول گرفتم از آقای مانی حقیقی، یک ریال بابت اون من نگرفتم از ایشون، اگرم میخواست بده پرت میکردم تو صورتش. اون حق بازی که راه افتاد فرزندت کجاست؟ دو مرتبه میگم این حق بازی که راه افتاد فرزندت کجاست؟ اینا همه پوپولیسمه. صادق زیبا کلام میتونن هر سه تا دخترش اینجا تو نازی آباد و شوش و دولاب زندگی بکنن، ولی دوز باشه همچنان که خیلی هاشون دوزن. الان چه باید بکنیم؟ الان باید با پتک بکوبیم تو سر روحانی؟ دیگه چجوری به شما بگم من مخالف احمدی نژادم، ولی من سر تعظیم در برابر احمدی نژاد فرود میارم، برای اینکه خیلی با شهامت بود. خب این حرفی بود که منم زدم که گفتم من موضعم در برابر احمدی نژاد روشنه، ولی حداقل این آدم جرأت داره حرفش رو میزنه، حداقل در دفاع از رفقاش ایستاده. عبدالله نوری مرد حکومت آقای خاتمی، چنین آدمی در مقام وزیر کشور با یک برنامه دور و درازی، آدمایی هم دور و برش بودن که آدمای حسابی بودن، برنامه ریختن به اشاره مقام معظم انداختنش بیرون. آقای خاتمی مقاومت نکرد، بعدم یه مقام معاونت بهش داد که البته نوری اصلا اهل حرفا نبود. بعدم 5 سال بردن زندان، 5 سال بردن نوری رو زندان. شما ببینید اینا ناصر زرفشان رو بردن زندان، یک انسان شریف و آزاده، من از زمان دانشجویی میشناسمش، از دانشکده حقوق آشنا بودیم باهاش، همیشه همینطور آزاده بود تا امروز. حالا اندیشه چپ داره، هرچی، محترمه، بسیارم بهش احترام میذارم، اعتقاداتی داره، باورهایی داره. 5 سال تو زندان بردنش به خاطر نقشش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای. اومد بیرون، خوردت میکنن. من الان دلم میخواست ناصر هر روز جلوی دوربین بود، ولی میتونه؟ هر روز حرفاشو میزد. قاسم شعله سعدی چی شد؟ رفت اون تو، صدا رو بریدن. من گاهی اوقات راجب آقای زیبا کلام میگفتم، برای که میترسیدم بگیرنش، واقعا نگران بودم بگیرنش، چون اینا زنگای جامعه، این زنگی که این تو گوش ما میزنه و در داخل بسیار مهمه. من اینجا میام میگم رژیم با دخالت در سوریه، لبنان، عراق، یمن جنایت کرد. آقا شمشم مأمورشون میاد میگه بله ما با دریای مدیترانه وصل شدیم، در تاریخ ایران از زمان کوروش و هخامنشیان تا امروز سابقه نداشته. بعد مأموریتش در تلویزیون من و تو در اون برنامه خاص یه مأموریت خیلی آشکار بود، حداقل اینقدر شعور نداشت که این مأموریت یه خود رنگل آب بزنه. مأموریت اولی که بهش داده بودن، آقا در تمام طول حرفات این نیزه رو بزن تو شکم رضا پهلوی، بزن، ای بگو رضا پهلوی عربستان، رژیم فضا رو علیه عربا درست کرده بدون اینکه این آدمهای جاهل و نادان بدونن. شما تو ایران میلیون ها عرب دارید، هموطنان عرب ما هستن. مأموریت اما توی گفتم یکی رو رضا پهلوی، حالا تو این فضایی که ایجاد کردن سعی کن رضا پهلوی رو بچسبونی به عربستان، یعنی یه دروغ مطلق، اصلا همچیزی وجود نداره، دروغ مطلق. حداقل تو این مسائل مربوط به جهان عرب من یه خود میدونم،
شعور اون آقا هم به اندازه نیست که درک کنه روابط رو بفهم عربستان، چون بهش گفتن، چون وزارت اطلاعات یا امنیت خانه سپاه بهش گفته رضا پهلوی رو وز کن عربستان، ایجاد مردم ناراحت میشن. نکته دوم، بگو پول من و تو از کجا میاد، بعد بگو پول این تلویزیون از کجا میاد، عربستان، باز این مال عربستان، این مال اسرائیل، این مال آمریکا. اینا رو بهش یاد دادن. مقام معظم رهبری، آن شما باش دشمنی چون موشک میسازه، چون جلوی آمریکا نرفته عقب. اگه این موشک ها نبود، نه اینقدر شعور داشتی ای کاش. تو انگلیس درس خوندی، اینجا میدونی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با اون همه موشک و انبار اتمی و غیره چه کرد. طرفدار بمب اتمی هم بودن که اگه داشتیم اینجوری میشد. فکر کنید این ماموران چقدر کار کثیف و آلوده ای دارن انجام میدن. برای دوزاری که بهشون میدن، برای اون بازی که دارن، اون یکی میره گاراژ پدرشو میگیره. مرد تو زرتشتی هستی، تو باید به فرهنگ این سرزمین و به تاریخش وفادار باشی و خیانت نکنی. برای 4 گاراژ میری تو نیویورک پیش دموکرات ها ملق میزنی که آقا من براتون پولم میارم برای کمپین انتخاباتیتون. هوای رژیم جمهوری اسلامی رو داشته باشید. حالا صبر کنید چیزهای پشت پرده اینا بیاد بیرون، دیدارهایی از منزل آقای کری و غیره و غیره چجوری انجام شده. بسیار باعث تأسف. واقعا وقتی این برنامه رو من دیدم و برنامه های نمونهی که دارم میبینم، مزدوری تا چه حد، که یه اون روز برنامه رو در بی بی سی میدیدم، اصلا برام شگفتی آور بود. دلم میخواست خانم ملی محمدی خوده تندتر جواب میداد. آقا رو آوردن به عنوان استاد دانشگاه، محقق، درباره مجاهدین حرف بزنه. میگه آقا تو تهران توی شهرستان تظاهرات شد، اسم رضا پهلوی رو آوردن، رضا شاه رو آوردن. میگه نه، اگه مجاهدین رو بیارن اعدامشون میکنن. مگه اونا رو بیارن اعدام نمیکنن؟ خیلی جالبه جمهوری اسلامی یه حمله ورداشته، خیز ورداشته. یه نفر آدمی که اگه من سوابقش رو براتون بگم سرتون سوت میکشه، عراقی هم هست. حالا من کجاها چیا ازش دیدم و اینا بمانه، این شده الان مدافع جمهوری اسلام. مردم تو بصره چی شعار میدن، این آقا شده مدافع، میارنش میشینه بلبل زبانی میکنه، به لهجه شیرین فارسی هم حرف میزنه. اما اون کس که ایرانیه، حالا براتون میگم، اون کس که عشق به وطنش داره، منهای جمهوری ولایت فقیه، وطن رو دوست داره، پادشاه اونجاست یا این اونجاست، او به خاکش وفا داره. کی میشه اون؟ اون میشه عبدالقادر فقیهی. من واقعا این آدم رو ستایش میکنم. 40 میشناسمش. این آدم در دبی اعتبار و جایگاه ویژه بر خودش داره. از اون روز اولی که دبی هنوز دبی نبوده، شیخ راشد بوده، این جزء دوستای شیخ راشد بوده، خود و خانوادش. زادگاهش عوضه، فارس. دانشگاه درست کرده. الان خبرش رو خوندم که در سرای فرنگیان 2 خانه معلم به متراژ 240 متر مربع به همت او درست شده برای هر معلم. 2 خانه معلم. این آدم به وطنش عاشق، وطنش خدمت میکنه. اون که میاد میشینه دلالی جمهوری اسلامی میکنه، خیانت به ملتش میکنه، خیانت به مردمش میکنه، چون خود رو فروخته به ثمن بخس برای حمایت از رژیم و برای حمله به بقیه و برای آدرس غلط دادن، برای دروغ گفتن در قالب اینکه بله رضا پهلوی با عربستان چی رفت، خاندان پهلوی رو آوردن و بردن. کی آورد؟ رضا شاه رو اونا آوردن؟ نه،
رضا شاه را همت خودش آورد. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. Thank you.
شاد شدن. با درود دوباره. همیشه کامکارها دلپذیرن، وقتی خانوادم جمع میشن خیلی عالی. قصه ها دارم من با این کامکارها، حالا بارها گفتم. بهاره قادری و نوید، زن و شوهری هستن در آغاز جوانی، فرزندی دارن، دریا، دریای زندگیشون، عاشقان دوستش دارن، مبتلا میشه به سرطان. برادرم احمد سرطان داشت، از 6-7 سالگی شروع شد، در 10 سالگی خاموش شد، بعد از دو بار سفر به انگلیس و عمل و غیره. حالا فکر کنید پدر رو مادر رو گرفتن، چون بهایی هم در شیراز، و دخترکی که باید صبح تا شب بهش رسید، وقتی درد داره، من دیدم دردای برادرم چی بود، و دستشو که مادر میگرفت، پدر که سرشو میبوسید، برادر که کنارش بود، آرام میشد. دریا الان در موج موج درده، مادر رو میخواد. آقای رهبر یه روز رفتی خونه یک هموطن مسیحی، چای خوردی، من مخالف ولایت فقیه و رژیم تقدیر کردم کارشو. چجوری دلت میاد این دختر بچه با مرگ روبرو باشه و مادر و پدر کنارش نباشه؟ فکر کن بچه بشراست، بچه مشتباست، فکر کن نوه خودته. چجوری تحمل؟ خدا لعنت کنه به این قدرت خانم، بدبخت میکنه آدمو، بیچاره میکنه قدرت آدمو. دخترم به خاطر که تنها نباشی، دوباره غرورم هم شکستم و به این اهالی قدرت گفتم این مادر و پدر رو آزاد کنید، بگذارید اگر این دختر قراره بره، تو اون لحظات پایانی سرش روی دست مادر باشه، روی شانه پدر باشه. چجوری دلتون میاد؟ لعنت به همه شما، اذیت میشم، نمیدونم چیکار کنم، اذیت میشم. تو بلوچستان، اینجا سرزمین ماست، اینجا ایران ماست، ایران ماست که رئیس بانک 3 میلیارد میدوسته، ایران ماست که پسر ولایتی و پسر حاج علی مقدم میلیون ها میدوستن، ایران ماست که آقای طاهری در یک معامله، آقای دکتر علی طاهری 760 میلیون دلار میدوزه، 2 میلیارد دلار در معاملات لوله میدوزه. در اینجا جاییست که آقای شیرانی لات گوشه خیابان 500 میلیون دلار میدوزه. اینجا سرزمینی است که در آن، گوش کنید، اینجا سرزمینی است که در آن آقای شیخ محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه، عضو خبرگان، این آقای شیخ محمد یزدی، دخترش ملیک خانم آقازادش، میلیاردها دزدیدن. اینجا سرزمینی است که رستم قاسمی، یک لات بدقیافه بوزینه، 2 میلیارد دلار از پول شما رو میدزده. و اون وقت هموطن بلوچ من دو تا پیت بنزین برده که خانواده 6 نفری، مادرش، 5 تا بچه و همسرش 7 نفر، یه لقمه نون برای اینا بیاره. ماموران شما زدن کشتنش. خونه شون رو نگاه کن، اتاقی که توش هستن نگاه کن. با عرض سلام، خسته نباشی. خانواده یه که زارم بچه هاشون رو بخاطر بچه یاش خانوم، بخاطر 2 تا گالون بنزینی که برای بچه هاش بره مداد و دفتر بگیره، مامور خیلی راحت تیر میکنه بدون اینی که خانوادهش خبر بشن. چند سال بوده بچه تو اوناش خانوم؟ خبر نداشتی که وقتی زدن تا زمان خبر شدی؟
ساعت دو هشت ساعت یعنی معمولا زدن نرفتن جمعش نکردن تمام اعتماد دادن بعد چی جوری رفتین آوردن شکایت دارم خب برای تو بود نبگم برو بخواد اینجا زن کترم زن رو چه گوچه خراش کترم تریاک مگم رفته آردم تریاک نیاردم نبگم برو بخواد اینجا گم شد و تو بگم رنگ تر بچه شد کار کنه پنج تا گوچه رو شب گفته بره بره بابه شب گفته بره دوتا بالون بینزین بره خب وقت بارن دوست بگم بارن بین باره که گذارونو گوشه خواب کنی که مدرسه سعی بیاره. شه من پا میذم که گوشه منو مزاحمت کنی. بعد دوست بارن بین زیر بچه زدن. اوه بعد دوست بارن بین زیر. اما یکی میبردی آخر کس دیگه میبرد؟ نه یا خلاص میگیره. ها از توی امینا فقط بچه شما رو زدن. اما توی امینا هم اکر. اونو بچه شگیری میکنه. اما بچه هاش نه. اینو. این خانم ایشه؟ این دختر چند سال هست خانم؟ پنج سال نگاه چی مملکتی؟ الان تو چند سالته؟ بابات کجاست؟ هشت بابات چی شده؟ بابات چی شده؟ خب چی کارش کرده؟ زده کی زده؟ بابورا به خاطر بنزین زدم بابا تو الان بابا چی کار شده؟ مرده بابا مرده؟ مامورا به خاطر بنزین بابا تو کشته؟ شما خونه زندگی تو نمینه؟ همینه این هم زندگیشون بود به مجلس روزخانی که آقای روحانی برپا کردید هزینه اون میتونه زندگی اینا رو اصلا زیر و رو کنه. این مادر از کجا این پنج تا بچه رو بزرگ کنه؟ چی کار بکنه این مادر؟ چش زمین داره بره روش زراعت کنه؟ این مادر چی کار باید بکنه در اون جامعه؟ برای این مادر چه سرنوشتی هست؟ بختش خیلی بالا باشه یه پیرمردی بیاد به عنوان زن دوم بگیرتش، یاد بعد با پنج تا بچه چی کار کنه؟ این پنج تا بچه چه خواهند شد؟ سرنوشتشون چیه؟ بچه بلوچی که دیدید یکیشون شاگرد اول دانشگاه میشه میاد اونجا جزو شش نفر اول سراسر کشور، لباس نداره ولی میاد اونجا. بچه بلوچی که دیروز دیدین یه عده براشون کفش خریده بودن. آخه ناجوان مردا بخورید، ولی یه حدی یه اندازه‌ای مملکت رو نابود کردید. آخه خجالت بکشید. شما فهرست غذا رو الان میذارم جلوتون، قیمتش رو زمان آن خدا بیامرز ببینید که تازه ارزون شد، گرون شده بود ارزون. نگاه کنید بلندتر بزرگترش کنید من بتونم ببینم و قیمت رو نگاه کنید. لطفا تصویر رو بزرگتر کنید. بله جوجه کباب قبلا 130 تومن 13 تومن بوده، حالا 11 تومن درجه دو، 11 تومن بوده 10 تومن درجه 3، 9 تومن 8 تومن. کباب بره شیشلیک ماهیچه نگاه کنید همه قیمت ها رو 10 تومن 12 تومن، مرغ سرخ کرده درسته 14 تومن، اینا به ریاله نگاه کنید. بیف استروگانوف 13 تومن، فیله مینیون 14 تومن، گرونترین قیمت ها 14 تومن، 14 تومن یه فیله مینیون. حالا شما دو نفر میرین 500,000 تومن میدین البرز چلو کباب میخورید. این کشوری است که اسلام ناب انقلابی محمدی خانه میدم، برقت مجانی میکنم، آبت اخلاقتو درست میکنم، اینم اخلاق. شرم بکنید. اون زن بلوچ با 5 تا بچه شوهرشو برای 2 گالون بنزین کشت. وقت رستم قاسمی با گردن کلفتی، نفیس خانم محمودی که اخیرا اومدن تهران حالا ظاهرا قرارن براش صادر کردن، یه مهمونی در هلند داد که هلندیارا هم دعوت کرده بود 600,000 یورو خرج کرد، فقط مشروبایی که اونجا دادن 200,000 یورو بود، شرابای 100 ساله و ویسکی نمیدونم 18 ساله سینگل مالت مخصوص
شیواز نمیدونم و چیزهای دیگه، خاویار کیلو کیلو. خب طاهری جان خیلی نفیس خانم دوست داره، علاقه منده بهش، فرستاده بود. ولی خوشحالم زندگیشون رو سیاه کردم. خانمش رو فرستاد آلمان با پسرش، از ترس برشون گردوند ایران. چون رسواتون میکنم دونه دونه، حاج علی مقدم، رسوات کردم، رسواترت میکنم. و پسرتو، شریک پسر ولایتی، دزدای سر گردنه. اون وقت هموطن بلوچ من بعد اینجوری باشه؟ برا دو گالون بنزین لعنت به شما، لعنت به شما. هرچی نگاه میکنم درد انقدر زیاده که آدم نمیتونه. دریا باید بمیره بدون آغوش مادر، چون بهاییه. هنوز از خجالت اون که جسد یک دختر بچه بهایی 12 ساله تو تبریز چند وقت تو سردخونه نگه داشتی، نذاشتی تو گورستان دفن بشه. شرم کنید، شرف بهایی خواه خیلی از شما بیشتره. انسانن، دروغ نمیگن، مرتکب خلاف نمیشن. خیلی از شما با شرفترن. شما همتون خلافکاران واقعی در پیشگاه خدا و ملتید. کجا خودتون رو با بهایی مقایسه میکنید؟ من دروغ ازشون نشنیدم، کار خلاف ندیدم، عاشق وطنشونم. 60 سال تو ایران، 50 سال تو ایران نبوده، روستا رو میره اونجا آباد میکنه، شاهنامه درست میکنه با چه عظمتی. و شما نانآور خانه رو میکشید برای دوتا آقای قیپرور و قبلش آقای قالیباف و اخوی آقای قالیباف، بقیه شون کامیونی 1 میلیون میگیرن که مواد رد شه از ایران ترانزیت، گاهی هم وسط راه میریزه که مصرف داخلی تامین بشه. اون وقت این دوتا اون کوله بر توی زدن پیروز کشتنش، دوتا رو مجروح کردن، 20 کیلو چای رو شونش داره از کوه میاره میزننش. ماموری که تیر میزنی جواب باید پس بدی. دنیا به همین سادگی نیست. حالا هی برو تو گل بکن خودتو، تو سرت بزن قمه زنجیر باد حواس اینا. روزی تو پیشگاه خدا و نزد خودت سربلندی که اشک از چشم دریا پاک کنی، پدر و مادرش بگن دریا رو بغل کنن، اون مادر با 5 تا بچه رو خانه‌ای بهش بده. آقای روحانی، داغ پسرت هنوز باهاته. پسرت چرا خودشو کشت؟ مادرشو داغدار کرد پدر. چرا؟ به خاطر عملکرد شماها بود. به خودت بیا، به خودت بیا، نوبخت رو بفرست بلوچستان، بره سراغ اینا، دردشون رو درست برسه بهشون، بفرست شیراز، بزن تو سر رئیس دفترت بگو پاشو برو شیراز، برو این پدر و مادر از زندان بیار بیرون. اون رئیس قوه قضایی مردک دلغک دوست با 63 حساب، آقای علی لاریجانی، به این برادرت دزدت برو بهش بگو با مردم اینجوری رفتار نکنید، این خانواده بهایی رو آزاد کنید تا دریا روی در آغوششون باشه. شرم بکنید. مردم ما حالا به گلوشون رسیده. این انفجاری که من انتظارشو دارم، باور کن آقای خامنه‌ای، دودمان همتون رو به باد میده. گوشه ای از خشم ساده مردم رو به نشون میدم، یکی زیر پل خواجو در اصفهان و یکی در یک هواپیما. زیر پل جوان نشسته برای خودش آواز میخونه، ماموران شما میان و آزارش میدن، و یک زن اصفهانی شیرزن، ببین چه جور جوابشون رو میده. صبر کن، این جواب ها صورت دیگری خواهد گرفت. ایمان داشته باش، روزی که فرار میکنی جلوی چشم منه. نگاه کن زیر پل رو. نظر
چرا هیچ کی هیچی بهشون نمیگه میذارین انا زور بهتون بگن؟ دور خبر شدن نه یه آهنگ غمگی میخونن شب گناه به شب هرچی خودت موسه میذارین تو کمرتون با این همه زوری که میگن آیا تو بدونه که شرم هایی نداریم شرم هایی نداریم شرم هایی نداریم بایسین همینجوری ساکت بایسین همینجوری از این بیشتر خواهد برسر رو فایده نداره، این بحثا زیاد شده، فایده نداره فایده نداره، تا وقتی که همه اینجوری ساکت بایسین معلومه که فایده نداره وقتی این همه مردین اینجا، وقتی به منی که دارم اعتراض کنم که شهر حیا نداریم باید بزنید تو دهنه ببین دخترم میترسین، همه تون ازشون میترسین بحثا زیاد شده میگه این بحثا زیاد شده، از ترسش میگه این بحثا زیاد شده اون شیرزن وا میسته اونجا حرف میزنه، خجالت بکشید اسم شما هم مرده ما هم بیرون نشستیم بگیم لنگش کن، نه اگه 10 تا از شما جلو اون مامور ایستاده بودین در میرفت، ولی ترسویید، همه به فکر مصلحت خود افتادید. برید تاریخ بخونید، برید تاریخ رو بشین بررسی کنید، جایی که مردم وقتی حمله مغول بود سرشون رو مینداختن پایین، یواشکی میرفتن تو خونه، مغولا میرسن سر همشون رو میزدن، جایی که دلاورانه میایستادن ممکن بود تعدادشون کشته بشن اما مغولا در میرفتن، میرفتن از اون شهر میگذشتن. تو حملاتی که به ایران شد همیشه این اتفاق افتاده. الان ایران اشغاله و شما جرأت ندارید و اون بانوی دلاور میسته. همین چند روز پیش توی مترو رو دیدیم یه بانو چجوری جواب آخوند رو داد و الان هواپیما رو ببینید، توی هواپیما اومد بزنید چه اسلامی که کنه مکلش رو اندام رو ایرانو که اینو بزنه خفش رو برو قیافه رو دیدید؟ من دیگه عرق‌خور چاقوکش چارزنه نمیم هزار تا کسافتکاری، این اومده به خانم راجب حجابش تذکر داد. اینجا شما با هم بودید، دیدید چجوری دومش رو لای پاش گذاشت رفت، در حالی که تو هواپیماست تصویر گرفته میشه، ولی شجاعت نشون دادید، خفش کردید. نباید جا بزنید، باید جلو اینا بیستید. اموال مردم رو گرفتن، شرکت کاسپیان، شرکت سامن الحجاز، شرکت البرز، شرکت شاندیز، بانک قوامین، همین جوری درست کنی پولای مردم گرفتید. مردم میان تو خیابون تظاهرات میکنن، چرا به یاریشون نمیرید؟ چرا متحد نمیشی؟ چرا صفه هزار نفره صد هزار نفره نمیشه؟ دیدید وقتی اومد خیابون اینا چقدر ترسیدن؟ دیدید وقتی گفتین رضا شاه روحت شاد، نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، اینا چه وحشتی کردن؟ نگاه کنید الان مال باختگان رو ببینید، دقت کنید، فردا میخوام ببینم که باهاشونید. نگاه کنید. حباب روی آبه، رژیم جهل و جور و فساد حباب روی آبه، مشت محکم شما این حباب رو میتره کنه. نترسید، همه با هم هستیم، نترسید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگاره عاشق می سپارم. موسیقی
Turn it around.